راستش من اصلا جرأت نمی کردم که به مادرم بگم. من به یکی از خواهرام رفتیم اوین اونجا بهمون تا اسمشو گفتم، گفت برین اتاق بغل. اتاق بغل چون اصلا اوینو تغییر داده بودن، یعنی در عرض این دو ماه جایی که ما میرفتیم ملاقات کاملا تغییر کرده بود. یک دونه اتاقک سیمانی مثل اتاقکایی که توی زمان جنگ درست میکردن گذاشته بودن اونجا و ما اسمو دادیم و گفت برین اتاق بغل. ما رفتیم اونجا، خلاصه توی نوبت رو صدا زدم. من رفتم شماره 18، هیچگاه این شماره یادم نمیره. من رفتم جلو گفتم که من میام. گفت که تو خیلی بچه‌ای، برو. خواهرم گفت که من میام تو. خواهرم رفت تو. نمیتونم احساسمو براتون بگم. اون مثل این که میدونی ولی نمیخوای باور کنی، میدونی ولی نمیخوای بشنوی. چند دقیقه نمیدونم چقدر گذشت، صدای جیغ خواهرم رو شنیدم، ولی توان این که تکون بخورم رو نداشتم. مثلا انگار پاهام فلج شده بود اونجا. پیش خودم فکر میکردم یعنی تموم شد. به معنای واقعی این کلمه، خود به چشم خود دیدم که جانم میرود. خواهرم اومد بیرون. حاج کربلایی که بارها ما باش برخورد داشتیم اومد رد شد. خواهرم اینجوری هل داد، گفت بیا برو بیرون دیگه. اونم همینجور. خلاصه من زیر بغلش گرفتم. نمیدونم چجوری اومدم خونه و چجوری خبر رو به خانواده دادیم. مراسمش در خورم و خیلی با شکوه، برعکس اینکه به خاطر در واقع شخصیت خود هبت و اون جایگاهی که در بین مردم داشت، مراسمش خیلی عالی برگزار شد در خورم و در تهران. بعد از اون یک هفته بعد ما به خاوران رفتیم. به خاوران رفتیم، دیدیم که قسمت خاوران اصلا تغییر کرده، خیلی عوض شده. بخش حدود 12 یا 13 نفر بودیم، بیشتر مادر بودن و خواهرای بزرگ ما. وارد شدیم قسمت بالا، دیدیم که پلاستیکای سیارنگی از زیر خاک زده بیرون، کلاغای زیادی روی زمینه. تیکای لباس از زیر خاک زده بیرون. ما گیج و منگ بودیم. یعنی چی؟ یعنی اینا بچه های ما هن؟ اینا عزیزای ما هن که اینجوری انداختنشون تو این کانالا؟ یعنی امکان داره که یه همچین بلایی سر این بچه ها آورده باشن؟ من همونجا خانواده ها حالت عادی دیگه نداشتم، به خصوص مادرها شروع کردن زمین رو با چنگ کندن. نمیدونستم، من بازم چون سنم که هم بود نمیدونستم باید چی کار کنم. از طرف میدونستم، میترسیدم که یک صحنه رو مثلا، چون قبلا خواهرم جنازه بهروز رو دیده بود، نمیخواستم این صحنه رو ببینم دیگه. فکر میکردم شاید اولین نفرم اون بد باشه. خواهرم، مادرم دست کشید یک تیک شلوار کرم رنگ از زیر زمین کشید بیرون، گفت خاطره بیا کمکم کنه، من تو پیدا کردم. گفتم من کشیدمش، فکرم راست میگه، کشیدمش بیرون، دیدم جدا شد از هم دیگه، جدا شد دیگه، دیگه شد. گفتم نه نکنیم این کارو، نکنیم. زمین تمام تیکه به تیکه رو هم انداخته بودم، یه تیکه دست، تیکه. فقط اونجا یکی از مادرها شاید واقعا عاقلانه برخورد کرد با اون همه فشاری که بهش بود. گفت که نکنید، این بچه ها با هم بودن، بذارید با هم باشن، هنوز کنار هم باشن، فقط کمک کنین که خاک بریزیم روشون، کلاغ از این بیشتر. هر کاری هم میکردیم زمین خاکش خیلی صفر بود، گفتیم ببوشونی بشه، نمیدونستیم از کدوم. خیلی وسیع بود، خیلی زیاد بود. از اون طرف سپاه با ماشین اومد. سپاه اومد، خیلی برخورد لگد میزد، مادر رو پاشین از اینجا بریم بیرون.
ما رو انداخت بیرون. همونجا تصمیم گرفتیم، گفتیم که مثلا یکی میگفت بریم ماشین خاک بیاریم، خاک بریزیم روشون، بپوشونیمشون، نمیدونستیم اصلا باید چه کار بکنیم. از این طرف میدونستیم که اینا عزیزای ما هن. اون موقع اصلا هیچ فکری به خاطرمون نمیرسیم. از اون به بعد دفعه بعد که رفتیم دیدیم که خاک اونجا رو اینقدر آب و حک ریختن صف شده، باز تیکای لباس مونده بود بیرون ولی صف شده بود. خانواده ها گفتن که بیایم این تیکه رو در واقع جدا کنیم ببینیم تا کجاست، تا کجا، تا قشنگ دیوار پشت در واقع این پشت قبرستون بهایی ها، پشت قبرستون ارامنه بود، این طرف هم بهایی ها بود. اون موقع بهایی ها حتی اجازه بهشون اجازه مردشون خونه نداده بودن، یک قسمتی رو بهشون اختصاص داده بودن که مرده هاشون رو با دبه های آب اونو هم می شستن. اونجا ما رو به بهایی ها گفته بودن به اینا نزدیک نشین، کمک نکنین، اگه اینا بیان شما اجازه ندونین بهشون کمک کنین. از اون به بعد ما هر هفته می رفتیم، همینجوری که توی تصاویری که شما از خاوران می بینین اونجا ما گل می زاشتیم. زمین رو هر جوری بود یک جوری برای اینکه بتونیم برای خودمون قبول کنیم که اینجا خاک خاورانه، بر اون خاک خاوران ما وقتی وارد می شدیم به خصوص مادرها بوسه می زدن به اون خاک. اون خاک برای ما خیلی مقدسه، خیلی برای ما عزیزه، چون سند جنایته. این خاوران ما نگه داشتیم که سند جنایت. شما باید خاوران رو ببینین، خاوران الان رو باید برین ببینین که چه بلایی سر این خانواده، یعنی حتی ما رو از داشتن یک مراسم معمول برای عزیزانمون محروم کردن. حتی اونا رو به قول یکی از دوستانمون گفت در مرگشون هم ظلم کردن، یعنی حتی اون شکل اونا رو دفن کردن اونجا. و حتی الان هم خانواده های ما در امان نیستن. Just one very quick question. You suggest that your brother, I think, is it your brother, who was to begin with sentenced to death and then sentenced to life imprisonment. But then he was executed. Although the last decision, the last judgment, was life imprisonment. Is that the case? And did you understand why he was executed when he was not anymore sentenced to death? بله، بعد سال 64 بهش حکم دادن، گفتن که ابد گرفته اون و چند نفر دیگه، گفتن اعدام، حتی برای اعدام خواسته بودنش، خداحافظی کرده بود با بچه‌ای که هم بندش بودن. برای ما تعریف کردن که بعد توی بند خداحافظی میکنه میره، چون قطعا میدونه که اعدام میشه، برمیگرده و میگه که حکم ابد دادن. ولی بعد از اون در واقع سال 67 در همون دادگاه 3 دقیقه‌ای که در واقع فقط 3 سوال میکنن و بعد به طور قطع و اون چیزی که ما هم توقع داشتیم همون سوالات رو جواب میده و در واقع نمیگه به اونا و در همون دادگاه 3 دقیقه‌ای محاکمه میشه در هیئت مرگ. So there was another sentence of death after but in that court where they asked those three questions. Okay, thank you. Do you know the names of the people who condemned him and who executed him? متاسفانه و فکر میکنم نه من نه هیچ کس دیگه اینو نمیدونه. فقط ما در مورد اون هیئت مرگ میدونیم که اشراقی، حسین علی نیری، مصطفی پور محمدی، ابراهیم رئیسی، اسماعیل شوشتری، محمد مقیسی یا همون ناصریان، داوود لشگری، حمید نوری یا همون عباسی، به اسم عباسی معروف بوده، اون هیئت مرگ رو تشکیل میدادن. ولی اینکه چه کسی اونا رو با
برده، دار زده، کشته. حتی ما شنیدیم که دار زدنشون هم به قول یکی از دوستان دیگه‌مون تعریف کرد، حتی در اون لحظه هم به اینا چیز نکردن، در زیر زمین شوفاش خونه با یک ارتفاع خیلی کم بچه ها رو دار زدن. که زمانی که ما در خاوران یک کسی که وضعیت روحی خوبی نداشت روبروی خاوران بود، به ما گفت، اومد به ما گفت که من این بچه های شما رو صداشون رو شنیدم شب که آوردنشون با ماشینای باری خیلی بزرگ، من صداشون رو شنیدم. ما اول فکر کردیم که این وضعیت روانی خوبی نداره داره این حرفا. گفت قسم میخورم من صدای اینا رو شنیدم، زنده بودن که اینا رو آوردن اینجا. بعد از اون ما دیگه اون فرد رو ندیدیم. یک خونه حصیری روبروی در خاوران داشت دیگه، اونو هرگز ما ندیدیم. ما نمیدونیم چه بر اونا گذشته، چه کسی حکم داده، چه کسی حکم رو اجرا کرده. امیدوارم با تلاش شما بتونیم این افراد رو پیدا کنیم و عاملین و عاملین این جنایت رو بتونیم محاکمه کنیم. از اونجایی که همه زخم خوردگان جمهوری اسلامی بودیم، چه خانواده ها، مادران داغدار، پدرانی که فرزندانشون از دست داده بودن، همسرانی که شوهرانشون از دست داده بودن، یک سری از بچه هایی که در زندان به دنیا آمده بودن و الان خودشون بعضن حضور داشتن در این جلسات، میخواستن این دادخواهی رو در این دادگاه پیش ببرن، این انگیزه طبیعتاً برای یک چنین مجموعه‌ای واقعاً در حد بالایی بود. یعنی اولین مؤلفه‌ای که زخم خورده و به طور مشخص مستقیماً خودشون قربانیان این حادثه بودن. دغدغه کاری رو که هم خودمون داشتیم در به لحاظ سیاسی مستقل بودن این دادگاه، یعنی گروه‌های سیاسی، سازمان‌های سیاسی برای اهداف مشخص خودشون پشت این قرار نگیرن که بعد بخوان این دادگاه رو هر کدوم در کشاکش‌های سیاسی جریانات سیاسی به بیراهه کشیده بشه. این به اصطلاح اون موضوعی که در واقع فوکوس مشخص بشه روی کشتارهای دهه 60 و از جنبه حقوقی این قضیه توی مسئله. چهارمین پارامتری که برامون فوق‌العاده اهمیت داشت استقلال سیاسی و مالی ایران تریبونال بود که به طور کلی از دولت‌ها مستقل باشه، از به لحاظ مالی متکی به خودش باشه و بتونه در واقع اینو پیش ببره توی قضیه، توی مسئله. اون چرا که ما در 5 روز 18 تا 22 ژوئن در لندن شاهدش بودیم، ما حاصل 5 سال تلاش، ما حاصل 5 سال پشتکار، 5 سال انگیزه قوی داشتن برای سازماندهی این دادگاه، اون چیزی بود که همه ما دیگه الان امروزه دیگه جهان هم ازش باخبر شده و به اعتقاد من در معرض دید جهانیان قرار بده. اون فریادهای فرو خورده این 30 سال جنایت و کشتار رو که در درون مونده بود فوران کرد، در اونجا همدلی ایجاد شد، یک فریاد مشترک از درد مشترک ایجاد شد. خانواده هایی که اساساً با جریانات سیاسی، با گروه های سیاسی اساساً کاری نداشتن، ارتباطی نداشتن، ولی در این چارچوب ایران تریبونال احساس کردن که نزدیکی دارن. برای خود من خیلی تاثیرش با ارزش بود واقعا، به این خاطر که نتونسته بودم برای بچه هم یه سال روزی داشته باشن، ختمی داشته باشن، یه جا تونسته باشن یه صحبت کرده باشن. همی که از این 30 سال من تونستم یک دهم حرفو من بزنم، یعنی راجع به بچه هم و برادرام بگم، خیلی واقعا روحیم عوض شد. خانم برنبرد، ممکنه کشم هفت عضو خانواده یک دست از این روز ببرید و نسبت اونها رو؟ 3 برادر و محمود وطن پرست، علی وطن پرست، منوچهر وطن پرست. 2 دخترم از
اعظم سیادی که الان رویا دیده بودش اسمش بود جلیله سیادی. خواهر زدن جواد رحمانی که بچه 11 ساله بردم کشتم. خواهرم هم یه دونه بچه داشت. دامادم غلام خوشبویی که 3 تا برادر کشتن. غلام خوشبویی، سیروس خوشبویی، ساسان خوشبویی که ساسانم 16 ساله. هیچ وقت شبا نمیتونستم بخوابم، همیشه فکر میکردن که من هیچ جا نگفتن که بچه هم چه سرشون اومد، برادران چرا کشته شدن. اما وقتی که واقعا این دادگاه رفتن، وقتی که اومدن یک آرامش به من داد. واقعا من همیشه ای آرزوم بود و هست که بازم اگر بتونن ادامه بدن. همیشه آرزوم بود که زبان همه مادرها باشن. اگه یادتون باشه او روز مهبد مقدسی احمد حکیم نژادن گفتن که تو جهرو بند بستنشون، پشت ماشین تیکه تیکشون کردن. یعنی واقعا همیشه به یاد او مادرها بودم، در حالی که هیچ وقت ندیدمشون. تو همین استکل مادری هست که 4 تا پسرش کشتن، 1 دونه عروسش کشتن. یعنی واقعا هر وقت که من اونو میبینم جیگرم بلال میشه. هیچ وقت اونا هیچ جا نتونسته صحبت کنه، اما فقط خوشحال هستیم که واقعا یه جای پیدا شد، یه جای آماده شد، کسی پیدا شدن به ذهنشون اومد، زحمت کشیدن که ما بتونیم. درد زبان همه مادرها، من همه جا میگم من میخوام زبان همه مادرها باشم. من هر جای دنیا باشه میخوام برم از عزیزایی که دیدم و از دست رفتن به ناحق، برم دفاع کنم از حقشون که چرا باید ایتو بچه های مردم بکشم. بعد 5 سال نیمش بود بچم، خوابیده بود، میخوابید رو بالش، بالش رو دندون میگرفت و عشق میرفت. میمدن میگفتن از بس محمود چوک برقی بهش میدن، یعنی دیگه هیچی ازش نمیمونده. میارن بیمارستان میخوابونن، شبا میبرن شکنجه را. 16 روز هم از زیر شکنجه دوام آورد. آخرن گوله زدم که بدونم. 6 تا تیر بهش زدیم و بابام گفته بودن 60,000 تا بده تا جسدش بریم. وقتی پدرم میره جسد محمود بگیره، میبینه 9 تا از دوستای محمود اونجا خوابیدن. میگه یا همه شو یا من محمودم نمیبرم. محمود 4 روز 4 شب بچه با پدرم تو سرما، 84 سالش بود، تو سرما نگهش میدارن. با 9 تا جسد میرن تو بیابونه شیراز خاک میکنن، همونجا هم بلش میکنن. 3 روز دور میگشه تا بابای من یا یه چوکونی میبینه بهش کمک میکنه که بیا تو شهر. من واقعا دلم پر خونه، خیلی دلم میخواد که بتونم بگم که واقعا بر من چه گذشت، به خانواده من چه گذشت. البته من زمانو کم بود که بتونم اسم همه مادرها بیارم که چی تو بلال شدن. مادر ابراهیم پور 4 تا پسر داشت، 4 تاش کشتن، عروسشان کشتن، دامادشان کشتن. یعنی واقعا خیلی وحشتناکه. یعنی اگر واقعا آسمون زمین به هم برسه بازم من بیشتر زجر کشیدم. اما این دادگاه خیلی منو سبکتر. یکی از دلایل مهم این که اعضای کمیسیون حقیقتیاب در اجلاس لندن از کشورهای دیگری هستن، یعنی ملیت غیر ایرانی دارن، در واقع برمیگرده سر این که
برای کاری به این بزرگی و برای اعتبار حقوقی و بین‌المللی این کار در واقع نیاز به هر حقوقدان و هر کسی که از حقوق چیزهایی میدونه رو نمیشه توی این کمیسیون جا داد. با توجه به اهمیت دهه 60، با توجه به وسعت جنایات جمهوری اسلامی در دهه 60، شما میبایست کسانی رو جذب کمیسیون حقیقت یاب بکنی که اولا از این کار تجربه ای داشته باشن، دوما در سطح بین المللی دارای وجهه حقوقی باشن، سوما با توجه به اینکه دادگاه مردمی ایران تریبونال برای اولین بار در تاریخ دنیا داره تجربه میشه، باید دارای صلاحیت و چارچوب و توانایی حقوقی و قضایی بین المللی باشن. اینه که پروفسورها و حقوقدان هایی که در کمیسیون حقیقتیاب، که در واقع کمیسیون حقیقتیاب پیشنهاد آقای پروفسور کادرسمال بود که ایشون خودش 3 سال در کمیسیون حقیقتیاب آفریقای جنوبی شرکت داشت، یعنی کسانی که اولا تجربه این کارو داشته باشن، دوما در این چارچوب دارای قدرت قضاوت و توانایی حقوقی باشن. اگه میشد و اگه داشتیم، حتما در با ملیت ایرانی در این حد از دانش حقوقی و اعتبار قضایی بین المللی قطعا در این کمیسیون حقیقتیاب شرکت میکردن. متاسفانه من فکر میکنم تنها دلیلش نبود بوده، ضمن این که حقوقدانان و وکلای دیگری که ایرانی هستند منتها در این درجه از اعتبار و توانایی بین المللی برخوردار نیستن، در ایران تریبونال هستن، مثل پروفسور آقای پیام اخوان، مثل دکتر حمید صبی و تعداد زیادی دانشجوهای حقوق که به عنوان فعالین ایران تریبونال کار میکنن. 28 مرداد سال 57 خمینی رهبر جمهوری اسلامی فرمان حمله به کردستان رو داد و خلخالی که مرده و من شاکی خصوصیش بودم و محاکمم کرده، در فرودگاه سنندج 11 نفر رو اعدام کرد که اگه نگاه بکنین یکی از اعدامیا زخمیه، روی برانکارت اعدامش کردن. این جمهوری اسلام. من هم بندی اینا بودم، کسایی که اولین اعداما در کردستان، اعدام های سرهایی که خلخالی اعدام کرد، ناصر سلیمی، احسن ناهی، شریار ناهی، جمیل یخچالی، من با اینا همبندی بودم و روزی که اینا رو بردم برای اعدام برحال من اونجا بودم و تعدادی از اون بازماندگان زنده هستن. میخوام اینو تصریح کنم، یه تعداد از کسایی که در پاوه اعدام شدن شاگرد دانش آموز راهنمایی و دبستان بودن و جلو مدرسه اعدام شدن، عکساشون هست، جلو دیوار مدرسه اعدام شدن، تو کوچه اعدام شدن. در پروسه فعالیت ایران تریبونال از همان روزهای اول ما روی نکات بسیار بسیار اساسی توافق نظر داشتیم. 1، ایران تریبونال یک جریان فراگروهی، فراحزبی و فرا ایدئولوژیکی باشه. ایران تریبونال یک جریان حتی فراملیتی و فراعقیدتی باشه. هیچ نوع عقیده و ایدئولوژی خاصی بر فعالیت‌های ایران تریبونال نتونه نظارت مستقیم داشته باشه و ادبیات خودش رو تحمیل بکنه. I have another question but on another topic and I asked this because we're in front of a truth commission. And I think this is a very important issue, and I think everyone should know, and maybe know in the Farsi language. In English, you write in your testimony that during the interrogations, you were put under pressure for confessing, recanting your political past, giving up your Marxist beliefs, and accepting Islam as your ideology. How was that said to you? In what words exactly in Farsi was that said to you? Well, I don't think much more.
ببین من سال 62 وقتی روی تخت بودم، روز دوم آخوندی به نام اخوان، یعنی بسته بودن که بزنن، آخوندی به نام اخوان بودن. آخوند اخوان کابل رو از باجی گرفت، گفت من باید بزنم این کافر رو مسلمان بکنم. شروع کرد فاحشه کردن به مارکس و لنین و حالا دیگه همین کسانی که الان دوری فعال سیاسی بودن و در گذشتن. شخصا این اخوان من تا 40 تاش شمردم و بیهوش شدم. میزد به من چند چیز از من میخواست. یک، مصاحبه بیام. دو، برم تو نماز جمعه تو استادیوم جلوی مردم بگم که من غلط کردم و دیگه به اسلام روی آوردم. سومین چیزی که از من میخواست نماز بخونم. یعنی میزد میگفت باید بلنشی نماز بخونم. دوبار این آخوند، حداقلش دوبار با حضور ذهن که دارم، من بیهوش کرد زیر ضربات که من از مارکسیست روی برگردونم، به اسلام روی بیارم، برم نماز جمعه مصاحبه بکنم. و من مدام به اینا میگفتم که من کاری نیستم و این مثلا کار ندارم. واقعا ایران تریبونال به معنی واقعی کلمه دارای گرایشات بسیار بسیار متعددیه، یعنی همانقدر گرایشات مختلفی که در جامعه ایران وجود داره در ایران تریبونال وجود داره، حتی از لحاظ ملیت‌های مختلف. شما دقت بکنی به 86 نفر شهودی که در دادگاه لندن شهادت دادن، از 40 شهر و شهرستان ایران شرکت کردن. من 9 ماه زندان بود و توی این 9 ماه خانواده من، ما از کرمانشاه میایم، یه شهری که حدود 500 کیلومتر با تهران فاصله داره. من اون موقع یه بچه 5 ساله، 2 هفته یه بار با مادر بزرگم تا تهران می اومدیم به امید اینکه شاید مامانم رو بتونم یه بار ببینم، ولی متاسفانه امکان پذیر نشد. در نهایت اعدامش کردن و من هیچ وقت ندیدمش، یعنی هیچ کس از خانواده. 2 تا داییامو میتونستیم ببینیم، دایی اصغرم و دایی حسنمو. ولی در مورد مامانم ما چیزای خیلی زیادی شنیدیم، چون 2 تا داییام که توی زندان بودن تونسته بودن یه بار ببیننش و خیلی چیزا شنیده بودن که چه بلاهایی سرش آوردن. و بعدن 2 تا از همبنداش که آزاد شده بودن اینجا تو خارج کشور، من باهاشون آشنا شدم و برای من تعریف کردن. و ما شنیدیم که مامان منو چند روز بعد از دستگیری در مقابل یه جوخه اعدام قرار دادن، یک اعدام نمایشی، و حتی شلیک کردن و یک وضعیت روانی خیلی وحشتناک. و این چند بار اتفاق افتاده، من دقیقا نمیدونم چند بار، ولی مامانم براشون اون موقع تعریف کرده که چند بار تا به حال در مقابل جوخه نمایشی اعدام قرار گرفته. مامان من زمانی که اعدام شد پاهاش سیاه بود، اگر زنده میموند باید پاهاشو میبریدن، چون کسی که یه چیزی حدود 1 هفته 10 روز قبل از اعدامش مامانمو دیده بود توی یه راه رو، بعدها برای ما تعریف کرد که پاهاش تا بالا گچ گرفته شده بود و اصلا خون و عفونت هیچ جور قابل پنهان کردن نبود و تحت هیچ شرایطی نمیتونسته درست بشینه، نمیتونسته درست سر پا وایسه، یعنی پاهاشو از دست داده بوده. در واقع وحشیانه شکنجش کردن و با من که تنها بچهش بودم تلاش میکردن از مامانم اخاذی کنن، به این شکل که مامانم تحت فشار روانی میذاشتن که اگر میخوای بچه تو ببینی باید همکاری کنی. و من، ببینید، من زمانی که 3 سالم بود پدرم و عموم توی یک درگیری با پاسدارها کشته شدن، یعنی مادر من اون موقع یه بچه بیرون از زندان داشت که به دست مادر بزرگم خب سپرده بود منو، که اونم حالا توی اون سن و سال و با اون وضعیت روحی، اصلا خانواده از هم پاشیده، همه کاملا داغون، و مادر من تو اون شرایط روحی با اون شکنجه با اون وضعیت باید تازه با این جنگ روانی برخورد میکرده که اگر میخوای بچه تو ببینی باید با ما همکاری کنی. و خب در نهایت مادر من به آرمانهاش پایبند موند و همکاری نکرد و من رو هم ندید. و من حتی نمیدونم واقعا کجای خاوران دفن شده. زمانی که 9 ماه بعد اعدامش کردم، این تنها چیزیه که از مادر من به جا مونده، این وصیت‌نامه مادرمه. و من فقط یه جملهشو بگم، نوشته متاسفانه زودتر از مدرسه رفتنت از دیدنت محروم شدم. زمانی که خبر اعدام مادر منو به ما دادن، من 1 هفته بود که مدرسه میرفتم، کلاس اول دبستان بودم.
بعد خب ولی وقتی نوبت من شد که بخوام شهادت بدم من نتونستم حرفایی که میخواستم بزنم. مخصوصا من اومده بودم اونجا که بیشتر از هر چیزی از طرف مادرم واقعا حرف بزنم. میخواستم صحبت کنم که مادر من چه رنجی کشید. خواستم اون لحظه واقعا میتونستم یادم میمون که مثل بچه‌ها مثل سحر که برگشت من قبل از اینکه از طرف خودم بخوام حرف بزنم دلم میخواست از طرف مادر بزرگم بگم که چی میشه. من واقعا اون خیلی برام دردناک بود که من به دلیل اینکه انقدر فضا منو گرفته بود انقدر بعد از سحر محمدی داشتم شهادت میدادم که خود فشار روانی اون چیزی که از سحر و زندگی شنیدم اون بر اومد سنگین بود که نتونستم صحبت کنم. همش درستم به طرز خیلی کوتاهی فقط اصل فاجعه کشته شدن برادرامو بگم. مثلا نتونستم بگم که بعد از اون برای پدر و مادر من چی بود. چیزی که خاطرم هست قرار بود محمد رو منتقل کنم به زندان وکیل آباد برای اعدام و ما فقط در اتاقی کوچیک جلوی دادسرای مشهد ظاهرم بود خاطرم میاد و یه در آهنی بلند که محمد رو آوردم جلوی اونجا و موهاش رو از قبل کوتاه کرده بود. من خیلی موهای محمد رو دوست داشتم و خیلی بعد بزرگتر نگرانی من بود که شما موهاش رو کوتاه کرده بعد خیلی احساسی و لحظه خیلی خاصی بود. فقط تونستیم یه روبوسی با همه تعدادمون زیاد بود فقط تونست با همه یه روبوسی بکنه. در صورت فاصله ای که محمد رو اعدام کردم کمتر سه هفته بعد از اعدام رضا بود که ما جنازه محمد هم به ما تحویل دادن. بعد بردیم و در همون محل در واقع جایی خارج از شهر یه پناهی بود که اونجا چون کسی اجازه نداشت حضور داشته باشه عموی من جسدش رو شست مثل رضا و بردیم در همونجا خارج از شهر دفن کردیم که بالای تپه‌ای بود. من یه عکسی از اون دارم الان میتونم نشون بدم خدمتتون که جای خارج از شهر بود و یعنی واقعا نمیتونیم فراموش بکنیم نمیتونیم ببخشیم. برای اینکه فراموش کردن این کشتارها به معنی فراموش کردن عدالت خواهیه، فراموش کردن این کشتارها به مفهوم به فراموش کردن هدف اون نسل و ماها که اومدیم توی این کارزار فعالیت کردیم به این نقش تاریخی خودمون در واقع عمل کردیم. حالا بعد از 30 سال من اینو زنده کردم تو اون شهر کوچیکی که برادرای من اعدام شده و مردم دوباره یادشون اومده که اون دو تا قبری که غریبانه اون گوشه روی تپه هست چیه کیه و اینو من در پیام‌های بچه های 10-15 ساله‌ای که هرگز اون موقع وجود نداشتن و هیچ خبر از نداشتن اینا تو این پیام ها میبینم و این من فکر میکنم این رسالت دادگاه ایران تریبونال که انجام شده. دهه 60 رو باید زنده نگه داشت، باید سند سازی کرد، باید دهه 60 رو برخلاف اونی که جمهوری اسلامی میخواد که سرپوش روش بذاره مهر سکوت بهش بزنه، باید در بعد وسیعی نه تنها به گوش نسل های بعد از دهه 60 ایران رسانید بلکه به قضاوت وجدان آگاه جهانیان هم باید گذاشته بشه. سوم اردیبهشت سال 1360 هنگام حمل پستل روز کارگر به همراه دو نفر دیگر از دوستانم دستگیر شدیم و یکی از دوستانم در سال 63 اعدام شد، حجت جباریان. واقعی که برای من جالبه روز بعد از 3 خرداد بود. من اون موقع در بند 2 اوین بودم، طبقه پایین. وقتی که ما به دستشویی می رفتیم، البته بند باز بود، اجازه استفاده از حیاط رو داشتیم، پاسداری به نام عراقی که پاسدار بند بود، داخل بند بود، داستانی تعریف کرد از شب 3 خرداد. که خودش در دادگاه حضور داشت. گفت تظاهراتی که دیروز شد تعدادی رو دستگیر کردن. گیلانی اینها رو محاکمه میکرد. محمدی گیلانی حاکم شهر شعبه یک دادگاه اوین اوغلی. از تعدادی دختر و پسر سوال کرد که اسم شما چیه؟ سن شما چیه؟ هیچکی جواب نداد. جمعه که گیلانی به اینا گفته بود نه به سن شما، نه به اسم شما کار دارم. این هیکل با لهجه گیلانی یه لهجه خاصی داشت، عدا شده رو گفت این هیکل
باقی، یاقی، تاقی و مفسد فقرز است. ببرید شما. و الان شما در پنل بیرون ببینید که بودیده ی از روزنامه اون موقع هست خرداد ما که اطلاعیه داستانی انقلابه. افرادی که عکسشون رو میبینید اعدام شدن، اسامیشون رو ندادن، لطف کنن خانواده ها شناسنامه هاشون رو بیارن، شناسه ها رو تحویل بگیرن. به من خیلی کمک کرد. دادگاه خیلی به من کمک کردش. به خاطر اینکه من یه وظیفه خیلی خیلی ناچیزی رو انجام دادم. حداقل این رو نشون دادم و این رو گفتم که بچه بر سر همسرم، برادرم، همسر ویدا اومده. بقیه هم همینجور. این به نظر من واقعا از لحاظ روانی من میگم که من 7 روز اونجا گریه کردم. ولی این گریه من شاید بسیار میگم تو هم با خوشحالی هم بود، فقط گریه خالی نبودش. تو این همه مراسم سالگردهایی که برگزار شده بود در از حداقل 23 سال گذشته و این 30 سال گذشته، بعضیا اصلا نتونسته بودن، نیومده بودن دلشون سفره دلشون رو باز کنن بگن، مخصوصا جلوی مثلا یه تعدادی قاضی حقوقدان، واقعا شرایط سنگین. ولی برای اولین بار با چه اشکی مثلا اون درد دلشون رو میگفتن. من بابام ازم سوال کرد چرا پدکشی کردی؟ با جون میگفت بگو بهش چرا پدکشی کردی، بگو که من اون فکر میکرد مثلا من اینو میگم که اینا چیزی از من میخوان، من ندارم بدم. گفتم واقعا میخوای من به بابام بگم چرا خودکشی کردم؟ گفت آره. گفتم بابا جان اینا به من تجاوز کردن، به خاطر این خودکشی کردم. در یک روزی به خواهرم پروانه تلفنی زده میشه از اوین که بیاییم برای ملاقات. خواهرم پروانه میره برای ملاقات. ملاقات نمیگیره و خبر کشته شدن خواهرشو بهش میدن. از اون روز دچار یه عوارضی شده که هنوزم این عزیز مادر. خواهر برادر من در سنین گرچه 18 سال بیشتر نداشت فریده، من برادر دیگه هم سیاوش بود، 28 سالش بود. اینا در با اطلاعات کامل از خطر و اتفاقاتی که ممکنه واسهشون بیفته تصمیم به این فعالیت گرفتن و در این راه افتادن. بیشتر مشکل من به شاید بتونم خودم کنترل کنم در مورد پدر من. پیرمردی 70 ساله با علاقه شدید به خانوادهش، مذهبی و مسلمون، زمانی که خبر مرگ خواهر من شنید، بنا به گفته مادر، برادر و بقیه افراد، با خودش عهد کرد که بیشتر از 40 روز زنده نمونه. 40 روز خواهر من شروع مونه. این حق پدر من نمونه. بقیه هیچ پدر و مادر. ما مستحصل بودیم، یک زندگی دوگانه داشتیم در این زمان. ما یک زندگی داشتیم که باید بیرون به جامعه نشون میدادیم، در مدرسه، در محل کارمون، در اجتماع، و باید دروغ میگفتیم. اگر گفتیم که پدر ما زندانی هست، اگر گفتیم که پدر ما اعدام شده، ما را از مدرسه هم رامون نمیدادن. ما از همه حقوق محروم بودیم. بعد یک زندگی دیگه داشتیم که در منزل بود و جلوی در زندان. اونجا ما آزاد بودیم. اونجا میتونستیم حقیقت خودمون رو بگیم. بعد این داداشمه، غلام. این منم. این جواد برادرمه که 30 آذر 60 دستگیر شد. این خواهرم شکوفه که در 15 سالگی همراه با علی شکوهی، آزاده ابراهیمی و غلام دستگیر شد. این آزاده است. آزاده ابراهیمی زن غلام که تا سال 67 در زندان بود. و این مادرم. حمیدو میبرم به کمیته مشترک. از اونجا بعداً طبق ملاقات هایی که بعداً داشتن به شدت شکنجه میکنن، دست ها و آرنجش صدمه دیده بود، به صورت تکیده به نظر میرسیده.
و موهاش هم بی یک بار سفید شده بوده بر اثر فشاری که در زندان داشت. بعدا حمیدو به زندان اوین میبرن. اولین ملاقاتی که بهش دادن در فروردین 1366 بوده، یعنی حدود 7 ماه بعد از دستگیریش، و در اوین بود که در سال 1360 دادگاه اون ما هیچ اطلاع زیادی نداریم. بر اساس چیزی که من شنیدم گویا پروندهش همچنان باز بوده و بعد در یکی از روزهای تابستان سال 67 در اون کشتار هولناک زندانیان سیاسی در زندان اوین دار زده میشه. پیکر او رو به خانواده تحویل ندادن و همراه با بسیاری از زندانیان سیاسی که در اون کشتار اعدام شدن در گورهای دست جمعی گلزار خاوران خاک است. But in the statement itself, it says on a summer's day in 1987, he was executed. That's just a mistake. It was 1988. احتمالاً تبدیل سال ایرانی به سال میلادی شاید سبب این اشتباه شده باشه. برحال در تابستان سال 1367 به همراه به سال دیگر از زندانیان سیاسی اعدام شد. خیلی ها که اصلا باور نمی کردن این حرکت انجام میشه، چطور میشه ما جمهوری اسلامی رو بتونیم محاکمه کنیم، چطور میشه ما همه این آدم هایی که دردی تو دلشون دارن سالها این درد رو بیان نکردن جایی، برای اولین بار میخوان اینو بیان کنن، چطور میتونیم همه رو جمع آوری کنیم، همه این آدم ها رو از گوشه کنار جهان، ولی دیدن که انجام شد. هنوز ما یک مرحله رو پیش رو داریم، یعنی این مرحله که در واقع این 5 روز به عنوان کمیسیون حقیقت یا کمیسیون تحقیق برای جمع آوری اسناد، برای جمع آوری همه مستنداتی که جمهوری اسلامی در اون دهه شکنجه کرده، کشتار کرده، اعدام کرده، برای دادگاهی کردن جمهوری اسلامی در شهر لاهه برگزار خواهد شد. بنابراین انتظاراتی رو هم برای ما به اصطلاح پیش رو گذاشته، هم برای مردم و توده هایی که در اون به اصطلاح یک دهه که به عنوان سمبل خونین ترین دهه 33 ساله جمهوری اسلامی ما برگزیدیم، اونها هم الان انتظارات بیشتری دارن، انتظاراتی که داریم. طبیعتاً در دادگاه الان انتظار ما این هست که این دادگاه تمام شواهد و مستنداتی که برای یک دادگاه لازمه، یعنی کیفرخواست قضیه جمع آوری شده که از طریق اونجا، از طریق دادستانی، از طریق به اصطلاح چیز ارائه داده بشه به دادگاه و دادگاه بتونه در جهت محکومیت جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت حکم صادر بکنه. واقعا اساسش باید بر پایه مردم باشه. از همون لحظه که به کاردار پیوستم همون بار سنگینی بار مالی روشونه ها خودم احساس کردم، از همون لحظه احساس میکردم پس اینم من وقتی شروع کردم که این کار رو انجام بدم، نه تنها به دلایل شخصی و احساسی خودم، بلکه به دلیل اینکه در رابطه با جامعه و آینده ایرانم احساس مسئولیت میکردم، حالا که من وارد این کاردار شدم یکی از رکنهای اساسی این کاردار مسئله عدم وابستگی مالی و بودنش روی شونه های ماست، پس منم باید این شروع کنم به کشیدن این بار رو دوش خودم. همون لحظه شروع کردیم ما، من حداقل شروع کردم به اینکه در بین دوستا، کسانی که میشناختم، اینکه آدم کمک مالی جمع آوری بکنه، راهاشو پیدا بکنه، مثلا حتی از ایران، من از دوستانی از ایران کمک مالی جمع آوری کردم. به این شکل که حالا بخوام به سوال شما برگردم با این مقدمه، اینه که کارزار مسائل مالیش واقعا بر پایه مردمی است، یعنی همه کسانی که در کارزار فعال هستن، هواداری خودشون یا کمکی به کارزار میخوان انجام بدن، یکی از کمک‌های ما همون کمک مالی هست که تا به حال بر این اساس بوده شده. حتی دوستان نهایتاً وقتی نزدیک مسئله لندن، خب مسائل مالی جدی‌تر مطرح شد، حالا چقدر کم داریم، چقدر باید از کجا بیاریم، دوستانی وام گرفتن، برای همه اینا احساس مسئولیت رو همه ماها که به عنوان عضوی از خانواده بودیم اومدیم وارد سیستم شدیم، این همین احساس مسئولیت رو کردیم و آسیم بالا زدیم و شروع کردیم به کار کردن. و برای قدم های بعدیش هم همینه، یعنی من همین الان که مرحله اول
تموم شد تو لندن که تموم شد ما شروع کردم به فکرم وای مسائل مالی مرحله دوم چیکار کنم. به خاطر همین دلم میخواد که بتونم بیشتر رو به مردم کنم و شرایطو براشون توضیح بدم، بگم که چطور ما تا اینجا کشوندیم و از این به بعد بیشتر از قبل ما نیاز به کمک داریم، چون هم زمان ما کوتاست و هم هر چی که داشتیم خرج کردیم برای لندن. یعنی ما هم با همه تلاشمون برای این چند سال گذشته که جمع‌آوری کردیم چیزی بود که خرج شد برای دادگاه تو لندن. حالا واقعا همت مردمی رو میطلبه. چی بنویسی وصیتنامه؟ گفت من میخوام یه گل بکشم. گفتم گل چیکار کنیم؟ گفت چی می‌نویسی زیرش؟ گفت می‌نویسم برای همه. بعد می‌رسونم به خانواده. بعد من این گل آوردم اینجا. از طرف تمام بچه‌هایی که اعدام شدن، از تمام بچه‌هایی که نجات پیدا کردن، تقدیم بکنم به خانواده‌های